فرانسه میگوید برجام کافی نیست، برنامه موشکی هم باید محدود شود. ظریف جواب داده حرف پوچ نزنید. اروپا و ایران چه میخواهند؟ زورآزمایی آنها دولت جدید آمریکا را در چه وضعی قرار میدهد؟ از مهمانان برنامه میپرسیم فرانسه در ایران فعال بوده، پاریس به دنبال چیست؟ و همینطور از یک مهمان دیگر خواهیم پرسید که ایران در چه موقعیتی قرار میگیرد. همچنین در ادامه برنامه امشب دو قاضی زن تازه ترین قربانیان موج ترور در افغانستان، دولت ناتوان، نهادهای مدنی در نگرانی، چه می شود کرد؟ پشت پرده یک اعدام جنجالی، پدر روح الله زم در 40 فرزندش از فریبکاری ماموران گفت و شعری که او وصیت کرد روی سنگ قبرش بنویسند. سه تجمع اعتراضی جلوی بورس تهران در یک هفته، معترضان میگویند تغییرات ناگهانی دستکاری دولت است. بازگشت مخالف سرشناس پوتین به روسیه، الکسی ناوالنی در فرودگاه بازداشت شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را با لبخند می‌شناسند و با زبانی نرم، ولی پیامی از او خطاب به ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه منتشر شده که به ناسزا نزدیک است. پیش از این وزیر خارجه فرانسه از نگرانی پاریس گفته بود و اینکه ایران در حال حرکت به طرف ایجاد ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای است. آقای ظریف این حرفا را پوچ و مهمل توصیف کرده. یک بار دیگر برنامه اتمی ایران در اوج مناقشه‌های بین‌المللی. ایران به سرعت در حال افزایش فعالیت هسته‌ای خود است. اروپا انتقادهایش را از ایران گزنده‌تر کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید پنجره برجام در حال بسته شدن است. چرا در روزهای آخر ترامپ کار ایران و اروپا به اینجا کشیده؟ دلیل بی‌حوصلگی دو طرف چیست؟ تغییر وضعیت در کاخ سفید باعث تغییر فضا میان ایران و غرب خواهد شد؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان. ما در عرض 24 ساعت تونستیم این 20% رو چرخ تأسیسات هسته‌ای ایران این روزها تندتر میچرخد. همین چند هفته پیش بود که این کشور اعلام کرد غنی‌سازی 20% را آغاز کرده. چند روز پیش هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی را به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران شروع کرده. هرچقدر که ایران فعالیت هسته‌ایش را بیشتر می‌کند، روابطش با کشورهای اروپایی مهالودتر می‌شود. اقدام اخیر واکنش تند فرانسه، بریتانیا و آلمان را به دنبال داشت. تولید اورانیوم فلزی هیچ توجیه غیر نظامی ندارد، بلکه دارای پیامدهای نظامی بالقوه خطیر است. ما قویاً از ایران می‌خواهیم تا این فعالیت را متوقف کند و اگر برای حفظ توافق هسته‌ای جدی است، بلافاصله به تعهداتش در این توافق برگردد. وزیر خارجه فرانسه به طور جداگانه هم واکنش نشان داد. در گفتگو با ژورنال دیمانش، یک نشریه فرانسوی، دولت ترامپ آنچه را که کارزار فشار حداکثری بر ایران می‌خواند در پیش گرفت، تنها نتیجه این راه برد افزایش خطر و تهدید بود. این باید متوقف شود، چرا که این را واضح می‌گویم، ایران در مسیر به کارگیری ظرفیت تسلیحات هسته‌ای است. تهران در مقابل واکنش اروپایی‌ها بیکار ننشست. چه سازمان انرژی اتمی ایران که برنامه تولید اورانیوم فلزی را صلح‌آمیز خواند، چه وزیر خارجه که در توییتر به طرفهای اروپایی تاخت. رهبران سه کشور اروپایی که برای اجرای تعهدات خود در برجام به امضای مقامهای وزارت دارایی آمریکا متکی هستند، هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند. برجام به خاطر ایران زنده است، نه این سه کشور. آقای ظریف وزیر خارجه فرانسه را هم از انتقادهایش بی نصیب نگذاشت. همکار محترم، شما کارت را در کابینه با فروش جنگ افزار به جنایتکاران جنگی سعودی شروع کردی. از زدن حرف پوچ درباره ایران دست بردار.
ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. دغدغه ایران گشایش اقتصادی است و کلید این گشایش را لغو تحریم های آمریکا می داند. America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table. فعالیت‌های هسته‌ای ایران با نزدیک‌تر شدن به ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا بیشتر شده. شاید برای فشار بر دولت تازه آمریکا تا لغو تحریم‌ها را جزو دغدغه‌های اولش بداند. این مانور سپاه پاسداران دیروز، رزمایشی که در آن سپاه موشک‌های بالستیک آزمایش کرد. فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران از دغدغه‌های غرب و متحدانش در منطقه است. در مورد حضور منطقی ما که هی میگن چرا ایران در منطقه حضور پیدا میکنه، ما نظام جمهوری اسلامی موظف است طوری رفتار کنه که دوستانش و هوادارانش در منطقه تقویت بشن. این وظیفه به نظر میرسد که ایران فعلا قصد ندارد از هیچ کدام از خواسته هایش کوتاه بیاید. این حرف‌های چند روز پیش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره احیای برجام. کاملا روشن است که زمان زیادی نداریم. صحبت از چند ماه نیست، بلکه فقط چند هفته فرصت داریم. جو بایدن گفته بود در مورد ایران اولین کاری که تلاش می‌کند انجام دهد این است که اروپا را با خود همراه کند. نقش آینده اروپا در این زمینه هر چه که باشد، فعلا به نظر می رسد ایران برای برداشته شدن سایه این مرد از سر برجام لحظه شماری می کند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. تیری کوویل، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل فرانسه و همینطور استاد اقتصاد دانشکده تجاری نووانسیا متعلق به اتاق بازرگانی پاریس، از پاریس با ما هستند. آقای کوویل مدت‌ها قبل در مرکز مطالعات فرانسه در ایران فعالیت می‌کردند و چند کتاب هم در مورد ایران نوشتن. آقای کوویل، دلیل اینکه اینقدر فرانسه از میان کشورهای اروپایی بیشتر نگران هست در مورد ایران چیه؟ من فقط نمیگم فرانسوی‌ها به تنهایی نگران هستند. این یک موضع اروپایی بوده از همان اول. فراموش نکنین که اتحادیه اروپا پیشتاز بود در مذاکره کردن بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا خیلی اوایل از سال 2003. اروپایی‌ها بسیار حامی برجام بودند، حتی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، و فرانسه هم بسیار نگران هست علاوه بر همه اینها، برای اینکه ایران به هیچ وجه احترام نمیذاره به برجام وقتی اورانیوم رو داره در حد 20% غنی سازی میکنه. برای همین من میگم این موضع فرانسه یک موضع اروپاییه. میدونیم که آمریکا از برجام خارج شده، اتحادیه اروپا هم اونطور که باید نتونست به تعهدات خودش عمل بکنه، مثلا با ایران وارد معامله بشه، ولی خب همه منتظرن که ببینن آقای بایدن چه خواهد کرد. چرا برای اومدن آقای بایدن صبر نمیکنن؟ دلیل این بی‌حوصلگی چیه؟ بله، میفهمم شما چی میگید. برای همین من فکر میکنم که در موضع فرانسه هم یک تناقض وجود داره. فرانسوی ها از یک طرف دارند سعی میکنند که به ایران فشار بیارن، و با اینکه همه میدونن الان مسئله بین ایران و آمریکاست، من فکر میکنم که فرانسه میخواد نشون بده که از برجام حمایت میکنه، ولی در این حال من کاملا با شما موافق هستم. با توجه به اون چه که اتفاق افتاد از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، بله، حرف شما درسته. اروپایی‌ها نتونستن به برجام متعهد بمونند، نتونستن جلوی تحریم‌های آمریکا بایستند، و ولی در عین حال حمایتشون حمایت قاطعی از توافق هسته‌ای بوده. ولی با شما موافق هستم که موضع فرانسه موضع متناقضی است. یک نکته دیگر هم باید بگم که اون حرفی که مقام فرانسوی زد که ما باید دوباره مذاکره بکنیم بر سر برنامه هسته‌ای و بر سر برنامه موشکی ایران و
برنامه منطقه ایران، من فکر میکنم که واقعا این یک طرح شکست خورده است. من فکر میکنم که اروپایی ها واقعا باید الان تاکیدشون این باشه که آمریکا برگرده به توافق هسته‌ای، آمریکا لغو بکنه تحریم ها رو، بعدش اون موقع میشه راجع به مسائل دیگه صحبت کرد. احیانا برای همین من یک سری نارسایی ها و خطاهایی در موضع اخیر فرانسه میبینم. این موضع گیری که در فرانسه دیده میشه یا حتی در اتحادیه اروپا بیشتر جنگ روانی نمایشیه، به خاطر اینی که در مذاکرات بعدی بخوان امتیاز بگیرن، یا اینکه واقعا نگرانی از امنیت اروپا مطرحه؟ No, you shouldn't be mistaken. There is a genuine concern about your شما یه موقع نباید فکر کنید که هیچ نگرانی عمیقی درباره امنیت اروپا وجود نداره. چنین نگرانی وجود داره. اروپایی ها اصلا دلیل اینکه وارد برجام شدن این هستش که یک دغدغه امنیتی دارن. کلا نسبت به توسعه سلاح‌های اتمی در خاورمیانه دغدغه دارن. در عین حال هم بله از برجام حمایت میکنند، ولی شما نگاه بکنید در عمل اروپایی ها چی کار کردن؟ نتونستن جلوی تحریم های آمریکا بایستن. چجوری ما میتونیم چنین موضعی رو نشون بدیم؟ من فهم میکنم فرانسوی ها میخوان نشون بدن که حامی برجام هستن، میخوان نشون بدن که نگران بعضی از اقدامات ایران هستن، ولی واقعا نمیدونم. یه ذره عجیبه که ببینیم فرانسوی ها اینجوری چنین حرف هایی بزنن. همونجوری که شما دارین میگین، همه منتظرن که ببینن که بین آمریکا و ایران چه اتفاقی بیفته. واقعا عجیبه. متشکرم، ممنونم از تیری کوویل، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل فرانسه در پاریس. و اما مجید گلپور، محقق و کارشناس روابط ایران و اروپا از پاریس با ماست. آقای گلپور، آیا باز هم موضوع پلیس بد و پلیس خوب اینجا مطرحه؟ در گذشته یک بار علارغم اینکه آمریکایی‌ها راضی شده بودند با ایران کنار بیاند، فرانسوی‌ها موضع سرسختی داشتند. با سلام به شما و ایرانیان عزیز، ببینید، من به نظرم از این بحث‌ها باید ما دوری بجوییم، به خصوص با چیزی که الان از آقای همکارمون شنیدیم. ببینید، مسئله خیلی روشنه. در ابتدا ایران مطالبات عقلانی و منطقی رو باید ارائه بده، همونطور که داره تفسیر خودش از زبان آقای ظریف میده. آقای ظریف که با این لحن بی نهایت غیر دیپلماتیک این صحبت راجع به آقای لوتریان میکنن، ایشون همون آقای لوتریانی هستن که آقای ظریف رو در مذاکرات جی 7 به بیاریتس فرانسه آوردن، همون کسی هستن که به برجام در طی دوران ترامپ جان تازه‌ای داشتن میدادن. خب مسئله باید دونه به دونه لایه‌ها دیده بشه، وقت کافی ما نداریم. به لحاظ حقوقی باید دونست، ایران میگه چون آمریکا برجامو ترک کرده، بنابراین اول باید تمام تحریم‌ها قطع شه، ما غنی‌سازی دیگه نکنیم. این به لحاظ حقوقی نادرسته و به لحاظ اجرایی بسیار پر از تناقض. چرا؟ به لحاظ حقوقی این آمریکا نبوده که برجام رو ترک کرده. برجام به لحاظ یک سند حقوقی فرمان اجرایی یک ریاست جمهور بود که این اجازه رو به همه کشورها برای از خروج از خودش میداده. امروز فرانسه میتونه از برجام به همین سادگی، دوشنبه فردا فرانسه میتونه از برجام بیاد بیرون. الزامات حقوقی برجام فقط و فقط برای جمهوری اسلامی. بنابراین آقای ظریف به جای اینکه کار خودشونو بکنن و به لحاظ حقوقی آقای گلپور در هر صورت یک سند دو طرفه بود، به این معنا که جمهوری اسلامی محدودیت‌های رو قبول می‌کرد در قبال مثلا برداشته شدن تحریم‌ها، در قبال دریافت امتیازهای اقتصادی، معامله با اتحادیه اروپا. بله، آمریکا خارج شد، میتونستم خارج بشه، کاملا نکتتون درسته. بله. ایران و اروپا ادعاشون این بود که ما هستیم و الزامات اون رو هم قبول میکنیم. بسیار عالی. و اروپا الزامات رو انجام داد. اروپا دنبال یک، شما سوالتون این بود که اروپا چی میخواد؟ اروپا میخواد با ایران بیزنس کنه بر اساس یک بیزنس مشروع. شما که میرین در کمیسیون اروپا، تمام جلساتی که موجوده راجع به برجام، صحبت از یعنی معاملات مشروع. ایران جمهوری اسلامی امکانات لازم برای معاملات مشروع رو به اروپا نداده، برای همین این استکس نمیتونه جلو بره.
امید اروپا با اومدن بایدن این بوده که از طریق این مولتی‌لاترالیسمی که مقدار ورشکسته شده بود، فعالیت چند سری این استراتژی امکان بده به اروپا تعهدات آمریکا رو الزام آور بکنه، و این کاری که امروز جمهوری اسلامی باید بکنه، به جای اینکه غنی سازی اورانیوم که در نه در ارجحیت اقتصاد ملی ایرانه، نه در ارجحیت مسئله بین المللی و منطقه‌ای امنیت منطقه ایرانه، اهمیت مسئله برجام امروز حقوقیه، و تا زمانی که آقای ظریف نتونه این بند فرمان اجرایی برجام رو تبدیل به یک توافقنامه بین المللی بکنه که الزام آور بکنه تعهدات همه امضا کنندگان رو من جمله آمریکا، بنابراین اگر این موافقت حقوقی ایشون نداشته باشن، متاسفانه خبر بسیار بدی رو برای صلح منطقه‌ای با خودشون دارن میارن، و ایشون به جای دیپلمات به اصطلاح صلح و چند جانبه نگری دارن دیپلمات جنگ میشن. ما الان سه تا بازیگر داریم، اروپا، ایران، آمریکا، هر کدومش هم کدوم اینها هم مطابق میل و قواعد خودشون دارن بازی میکنن. زمان به نفع کدوم طرفه؟ ایرانیه که از طرفی در تحریم و از طرفی هم داره فعالیت‌های اتمی خودش رو گسترش میده، یا طرف‌های مقابل؟ زمان به نفع هرج و مرج، به نفع تشنج بیشتر، به نفع تصادفاتی که میتونه ما رو به سمت یه جنگ منطقه‌ای ببره. هیچ نیرویی در سطح منطقه از این عملیات غنی‌سازی ایران، نه مردم ایران نه مردم منطقه، سود نمیبرن، و متاسفانه خلاف عقربه ساعت آقای ظریف دارن کار میکنن. شاید به خاطر اینکه استحصار خودش رو نمیخوان نشون بدن، بهترین کار شاید برای ایشون این باشه که امروز استعفا بدن. بسیار ممنونم از مجید گلپور، محقق و کارشناس روابط ایران اروپا از پاریس با ما. افراد مسلح دو قاضی زن را در شهر کابل ترور کردند. سفارت آمریکا در افغانستان این حمله را محکوم کرده و طالبان را مسئول آن دانسته. هرچند طالبان در پیامی به رسانه‌ها گفتند که رویداد امروز ربطی به این گروه ندارد. پنج روز پیش هم در حمله مشابه در ولایت بلخ سه نظامی زن کشته شدند. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. زجه‌های برادر یکی از قربانیان حمله امروز. قرار بود خواهرش دوباره با همین موتر از سر کار برگردد، در روزی که اعضای خانواده با جسد بیجانش مواجه شدند. اون خانه ما از محل حادثه 10 متر فاصله داره، صدای فایر شد. عاجل اسکلکین بر اومدم، سعی کردم، یک موتورسیکل بود، بالای یک موتور فایر میکرد، سه نفر در موتورسیکل بودند، دو نفرش مسلح بودند. اون خانه خود میبرید در لب سرک کشته میشه. این چی رقم قانون است؟ چی رقم چیز است؟ برای قرار رمزیه کارمند وزارت معارف هم سرنشین خودروی بود که هدف قرار گرفت. شانس با او یار بوده که تنها با پای آسیب دیده به خانه برگشته. امروز همی که زکی جان دروازه رو باز کرد که در موتر میشینه، سلام داد، نفر آمد موتروان زد، اول فکر موتر زد، من خود انداختم از موتر، روزی موترم عوض کردم، خود در زمین انداختم، نگه نفهمیدم دنیا سرم شاب شد. ارگ ریاست جمهوری حمله را کار طالبان دانسته و دستور تعقیب و مجازات عاملان را داده. سفارت آمریکا خواهان بررسی سر رویداد شده. راس ویلسون، کاردار سفارت آمریکا در کابل، در رشته توییت های نوشته طالبان باید درک کند که این اقدامات خشم جهان را برمی انگیزد و برای آمدن صلح باید متوقف شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته افغانستان یکی از مهمترین دستاوردهایش، یعنی کادر حرفه‌ای و آموزش دیده اش را در کشتار نظاممند از دست می دهد. اما به نظر جهان فقط تماشا می کند. طالبان هنوز درباره این رویداد چیزی نگفته. این گروه قبلا گفته به اهداف غیر نظامی حمله نمی کند. ترور کارمندان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در این سالها تازگی نداره، اما اتفاقهای اخیر این نگرانی را ایجاد کرده که در ادامه حملات زنجیری زنان مورد توجه طراحان ترور قرار گرفتند، چیزی که در گذشته در مورد خاص رخ داده، آن هم نه به طور سیستماتیک. پنج خانم تنها در کمتر از یک هفته به دست افراد مسلح ناشناس تیرباران شدند. پنج روز پیش هم در حمله مردان مسلح در شهر مزار شریف سه نظامی زن جان باختند. هر سه خانم عضو سپاه یا قل اردوی 209 شاهین بودند. ما
ماهای اخیر ترورهای هدفمند در افغانستان افراد زیادی را از چرخه زندگی حذف کرده. حمله های بی پیشینه و خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، مدنی و فعالان انتخابات و حقوق زن. حمله هایی که این روزها شمار زیادی را در افغانستان به وحشت انداخته. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. زهرا موسوی، فعال حقوق زنان از برلین آلمان با ما هستند. خانم موسوی، زنانی کشته شدند در ماهای اخیر که فعال مدنی بودند، روزنامه نگار بودند، نظامی بودند، حالا قاضی. در چنین شرایطی میشه از دستاوردی برای حکومت افغانستان تحت عنوان حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حرف زد؟ خب مثلا اینجا آقای موسوی که مسئله زنان و حضور زنان، مشارکت سیاسی و اجتماعی اقتصادی زنان در نظام کمتر از دو دهه گذشته همواره از سوی منتقدان و حکومت فعلی مورد نقد قرار گرفته، به دلیل از اینکه خب اتهامی بوده که نظام فعلی سیاسی افغانستان اراده کافی برای کار در بنیانهای تبعیض جنسیتی در افغانستان نداشته و زمین خاطر ما اصولا در ساحت مثلا مسائل حقوقی، در ساحت ساختارهای تبعیض‌آمیز آنچنان که تصور میرفت، انتظار میرفت برای بهبود زندگی زنان مثلا در زمینه آموزش، در زمینه توسعه، در زمینه شیوه تغییر شیوه معیشت زنان شاید دستاوردهای چندانی نبودیم. حضور و مشارکت زنان در شهرهای بزرگ در 20 سال گذشته و عنوان همان اهرم فشاری بوده که جامعه جهانی و حکومت افغانستان همواره مثل یک ویترین، مثل یک پلتفرم رو بالا کردن و به نفع در واقع آموزه ها و دایره های جمهوریت طلبانه خودشان از او سود جستن. اما منتقدان به این باورن که واقعیت در سطوح دیگه در مورد زنان و تغییر زندگیشان در بنیان های نظام سنتی، نظام نابرابرانه و نظام عرفی افغانستان از قرار دیگر است. و من فکر میکنم که خاصتا این ناامنی های اخیر، خاصتا این حذف فیگور زنان در همین بحران چند هفته گذشته بیشتر داله بر همین مدعا است و همین نظریه را تقویت میکنه. الان ما با یک حرکت سازمان یافته روبرو هستیم که برخلاف گذشته که البته بسیار برای زنان محدودیت ایجاد میکرد، به سمت حذف فیزیکی اون هم به این شکل رو آورده. ما میدانیم که فعلا و دقیقا در این مرحله ما با گروهی به نام طالبان روبرو هستیم که از یک سو رهبری متمرکز، منسجم و یگانه نداره. طالبان جریان ها و گروه های میلیشه‌ای رادیکال تندرو مذهبی، ملی مذهبی هستند که با دایره ارزش های ملی و مذهبی سالهاست در افغانستان می جنگن و این گروه رهبری واحدی نداره و از طرفی روی کرده مسلط این گروه در دوره زعامتشان با رویکرد ارزشی سلفی ها، با رویکرد ارزشی وهابی ها و قرائت ها و تفسیر های بسیار تندروانه و دوگم از دین اسلام در مورد زنان معرفی می شدم. فراموش نکنیم که در بطن جامعه افغانستان در دوره‌ای که طالبان زعیم بودند در کشور و حکومت و قدرت و دست گرفته بودند، رویکردشان رویکرد مشابه بود، یعنی ناپدید شدن و غیبت اجباری و قهری زنان از تمام سطوح اجتماعی. طالبانی که امروز به پای میز مذاکره و ظاهرا گفتگو رفتن، ما میدونیم که از اتحاد یعنی از رهبری متحدانه برخوردار نیستند. طالبان مشمول گروه های ملیشه‌ای و ایدئولوژی که بسیار متکثری هستند که منافعشان از آبشخورهای مختلفی در منطقه و در افغانستان آب میخوره. و در نهایت خیلی کوتاه، چه میشود کرد در چنین شرایطی؟ واقعا متاسفانه سطح انتظار از حکومتی که به عنوان یکی از ناکارآمدترین حکومت‌های جهان دسته‌بندی شده در 20 سال گذشته همواره مسلماً واقع‌گرایانه نمیتونه خیلی بالا باشه. حکومت افغانستان همواره در تأمین امنیت، ثبات و توسعه، یعنی ابتدایی ترین نیازهای شهروندان کشورش متاسفانه ناکارآمد بوده. آنچه میمونه به نظر من میتونه به عنوان الترناتیو و وضعیت بدیل روی دست گرفته شود، اتحاد و انسجام مردمی است.
چیزی که یعنی در گروه‌های خودگردان و خودسازمانده مردمی در وضعیتی که حکومت توانه مدیریت نداره مثل وضعیت حالا و از دستش بیرونه، به نظر من بسیج مردمی میتونه وضعیت تغییر بده، میتونه افسار وضعیت به دست بگیره. اما خود این یه تجربه میخواد که متاسفانه در بافت و جامعه‌ای که ما از افغانستان سراغ داریم تجربه شکل نگرفته. یعنی ما تجربه تاریخی انسجام مردم و ایجاد گروه های مردمی خودگردان نداشتیم که در شرایط اضطراری مثل این شرایط بتونه وارد عمل شود و حداقل امنیت جان مناطق و شهرها و خود مردم به دست بگیرن. ممنونم از زهرا موسوی، فعال حقوق زنان از برلین آلمان با ما. در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری جو بایدن، همه 50 ایالت آمریکا به حالت آماده باش در آمدند. پلیس فدرال هشدار داده که سراسر کشور ممکن است شاهد اعتراض‌های مسلحانه هواداران دونالد ترامپ باشد. هزاران نیروی گارد ملی به واشنگتن پایتخت اعزام شدند تا انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز انجام شود. انتظار می‌رود آقای بایدن روز چهارشنبه بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری بیش از 10 فرمان اجرایی امضا کند، از جمله بازگشت به توافق اقلیمی پاریس و رفع ممنوعیت سفر از چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا. همکارم سام فرزانه همین الان از واشنگتن با ماست. سام، اول از حال هوا بگو، از فضا بگو که کم و بیش البته در تصاویرم پیداست. بله، و همینطور که شما توی تصویر هم میبینید، این شبیه به اون چیزی که ما قبلا میشناختیم از شهر واشنگتن نیست. حضور نیروهای نظامی که اینجا هستن با ماشینهای نظامی، سربازان معمول نیست در این شهر. و اتفاقی که داره توی این شهر میفته، مثلا اینکه متروها تعطیل شده، مثلا اینکه در و دیوار مغازه ها رو با تخته پوشوندن برای اینکه دیگه جلوگیری بکنن از حملات احتمالی که ممکنه گروهی از طرفداران آقای ترامپ یا افراد دیگه توی این موقعیت انجام بدن. اتفاقی که چهارشنبه دو هفته پیش در آمریکا افتاد، بسیاری رو در این کشور تن و بدنشون رو لرزون، برای اینکه دیدن که اغتشاشی که مثلا بتونه که حتی وارد کنگره آمریکا بشه، محل خانه نمایندگان این کشور، از سایه به اونها نزدیکتره و هر آن امکان داره این اتفاق بیفته. برای همین میبینیم که چنین مواظب هستند الان. من برای اینکه بتونیم مثلا بیایم به این سمت، حتی ما شاهد این بودیم که در بسیاری از جاها پست بازرسی گذاشته گارد ملی آمریکا، پلیس آمریکا، و اجازه نمیدن که به راحتی حتی اتومبیل ها بخوان از این منطقه دور هم بشن، اون رو هم به راحتی نمیدن و دارن سعی میکنن که با نگاه کردن درون اتومبیل ها و چک کردن موضوع مطمئن بشن که کسی خطری ایجاد نمیکنه. همین دیروز فردی داشت از ایالت ویرجینیا وارد واشنگتن میشد که او رو با یک اسلحه و 500 فشنگ گرفته بودن، که البته بعد از اینکه به صورت موقت آزاد شده، این فرد مدعی بوده که راهش رو گم کرده. ولی به هر حال اینها نمیخوان، تعداد کسانی که راهشون رو گم میکنن با تفنگ و فشنگ به داخل واشنگتن تعدادشون بیشتر بشه. آقای ترامپ خودش کجاست؟ معلوم هست؟ آقای ترامپ قاعدتا باید در کاخ سفید باشه، ولی از وقتی که در توییتر حضور نداره، در شبکه‌های اجتماعی نیست، فعالیتی از او دیده نمیشه. معلوم نیست که دقیقاً چه فکر میکنه، چه گفتگوهایی میکنه. احتمالاً تا قبل از چهارشنبه ظهر، تا زمانی که آقای بایدن در واقع سوگند ریاست جمهوری رو یاد میکنه، هم آقای ترامپ از واشنگتن خواهد رفت. اما این چیزی که مشخصه اینه که فعلا توی این روزها بیش از همه مایک پنس، معاون آقای ترامپ، که داره سعی میکنه که امور کشور رو بگردونه. و آقای پنس هم کسی بودش که دستور یه مقداری بالا رفتن تدابیر امنیتی در شهر واشنگتن رو در این روزها صادر کرد. وقتمون خیلی کمه، از استیضاح چه خبر؟ به کجا رسید؟ آخرین خبرها اینه که جمهوری خواهان بعضی هاشون دارن سعی میکنن دموکرات ها رو متقاعد بکنن که استیضاح رو بذارن کنار، چون بعد از رأی آوردن در مجلس نمایندگان حالا باید دادگاهی در سنا برگزار بشه. اونها دارن سعی میکنن این پیام رو برسونن که اگر آقای بایدن میخواد که ایده های خیلی خیلی گرون قیمت خودش رو، نزدیک 2 تریلیون دلار رو میخواد که اجرا بشه،
میخواد که این قوانین تصویب بشه باید به نوعی این استیضاح رو کنار بگذارن در سنا و بیشتر از این دنبال آقای ترامپ نرن. دلیلی هم که عنوان میکنن اینه که میگن که این باعث میشه که بیشتر مردم بینشون تفرقه بیفته. به این ترتیب دارن سعی میکنن که دموکرات ها رو یه مقداری از کاری که میخوان انجام بدن زده بکنن. ممنونم از سام فرزانه. جو بایدن در حالی به کاخ سفید قدم می‌گذارد که کابینه متنوع از نظر جنسیتی و قومیتی پیشنهاد کرده. در میان افرادی که او معرفی کرده چند اولین وجود دارد، از جمله اولین معاون زن برای رئیس جمهوری و اولین وزیر بومی آمریکا. همینطور وندی شرمن و ویکتوریا نولاند را به ترتیب به عنوان معاون اول و دوم وزیر خارجه برگزیده. این دو در دولت باراک اوباما هم سمت‌های دیپلماتیک رده بالا داشتند. خانم شرمن همچنین مذاکره کننده هسته ارشد آمریکا در جریان مذاکرات با ایران بود. فرین عاصمی نگاهی کرده به زنانی که آقای بایدن برای کابینه‌اش برگزیده. جو بایدن بارها گفته کابینه‌ای خواهد داشت که شبیه آمریکا باشد، متنوع و متشکل از همه گروه‌ها. دولت باید شبیه مردم باشه، شبیه کشور. 51% مردم این کشور زن هستند. در آمریکا 5 پست جزو کابینه اصلی و کلیدی هستند: معاون اول رئیس جمهوری، وزیر خارجه، وزیر خزانه داری، وزیر دفاع و دادستان کل. پست‌هایی از جمله وزیر کشور، وزیر کشاورزی و وزیر بازرگانی از جمله پست‌هایی هستند که در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش کمتری دارند. پست‌هایی مثل رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا و سفیر آمریکا در سازمان ملل هم با اینکه وزیر نیستند اما اهمیتی مانند وزیر دارند. جو بایدن تا اینجای کار زنانی را برای پست‌های وزارت و پست‌های مهمی در سطح وزارت معرفی کرده که نیاز به تایید کنگره دارند. با این حال تا همینجا هم رکورد اولین‌ها را شکسته. کامالا هریس اولین و مهمترین اونهاست. اولین زنی که در آمریکا به مقام معاون اول رئیس جمهوری میرسه. اولین زن آمریکایی آفریقایی تبار که این پست رو تصاحب میکنه و اولین زن آمریکایی آسیایی تبار در این شغل. اون نیازی به تایید کنگره هم نداره چون در انتخابات و با رأی مردم انتخاب شده. کامالا هریس 4 سال پیش به عنوان نماینده سنا انتخاب شد. پیش از آن هم برای سالها دادستان کالیفرنیا پرجمعیت ترین ایالت آمریکا بود. جو جسارت این رو داشت که یکی از اساسی ترین موانع موجود در کشورمون رو از میان برداشت و یک زن رو به عنوان معاون اولش انتخاب کرد. اما در حالی که من اولین زن در این مقام هستم، آخرین اونها نخواهم بود. جنت یلن گزینه پیشنهادی آقای بایدن برای وزارت خزانه داری آمریکا، نخستین زنی که در صورت تایید کنگره در این پست قرار خواهد گرفت. خانم یلن قبلا هم رئیس بانک مرکزی آمریکا بوده و اولین زنی بوده که از سال 2014 تا 2018 در این مقام بوده. تا اینجای کار آقای بایدن نتوانسته رکورد تعداد زنان در میان 5 عضو کلیدی کابینه را در تاریخ آمریکا بشکند. پیش از او باراک اوباما و بیل کلینتون هم هر دو زن را در این سمت‌ها گمارده بودند. بعد از 5 عضو اصلی همه نگاه‌ها به وزارتخانه‌هایی که به عنوان حلقه ثانویه کابینه شناخته میشن. دب هالند گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت کشور آمریکاست. او عضو مجلس نمایندگان آمریکاست و اگر کنگره اون رو تایید بکنه اولین زن بومیه که به مقام وزارت کشور آمریکا میرسه و اولین فرد بومی در آمریکاست که به مقام وزارت میرسه. از میان پست‌های دیگه کابینه این احتمال هست که یکی دیگه از زن‌های اقلیت به مقام وزارت برسه. مارشیا فاج گزینه پیشنهادی آقای بایدن برای وزارت مسکنه. خانم فاج آفریقایی تباره و عضو مجلس نمایندگان آمریکاست. او رئیس کنوانسیون آفریقایی تبارهای کنگره آمریکا هم بوده. و سرانجام وزارت انرژی که قبلا هم زن‌ها ادارش کردن. جنیفر گرانهون گزینه پیشنهادی برای این وزارت خونه است. دادستان سابق میشیگان و نخستین زن فرماندار میشیگان بوده. اگر که کنگره اونو تایید بکنه دومین زنیه که در رأس وزارت انرژی آمریکا قرار خواهد گرفت. در کابینه جو بایدن پست‌هایی هم هستند که وزیر نیستند اما به اندازه وزیر اهمیت دارند. سیسیلیا روز گزینه آقای بایدن برای ریاست شورای مشاوران اقتصادی است. اون نخستین زن آفریقایی تباری است که به ریاست این شورا می‌رسد و چهارمین زنی که این پست را در تاریخ آمریکا تصاحب کرده.
نیرا تاندن گزینه پیشنهادی برای ریاست اداره مدیریت و بودجه ایالات متحده است. دستیار هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا هم بوده. در صورت تایید او هم نخستین آفریقایی تباری است که به این سمت میرسد. سفیر آمریکا در سازمان ملل هم از پست‌های کلیدی است که آقای بایدن خانم لیندا تامس گرینفیلد شهروند آفریقایی آمریکایی را برای آن انتخاب کرده. او سابقه 35 سال خدمت در وزارت خارجه آمریکا را دارد و شغل اخیرش دستیار وزیر خارجه در امور آفریقا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما بوده. کاترین تای از طرف جو بایدن کاندیدای ریاست دفتر نمایندگی تجاری آمریکا شده. آوریل هینز هم گزینه پیشنهادی برای تصاحب پست ریاست اطلاعات ملی آمریکاست. اولین زنی که در صورت تایید به این مقام میرسد. پستی مهم که بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 به وجود آمد. او هم اولین زن در این پست است. با وجود اینکه تعداد زیادی از زنان و اقلیت‌های نژادی و جنسیتی در کابینه جو بایدن و کاخ سفید به فعالیت مشغول خواهند شد، هنوز بعضی منتقدان می‌گویند کابینه او می‌توانست زنان و اقلیت‌های بیشتری را شامل شود. جو بایدن گفته بود برابری جنسیتی و تنوع نژادی در کابینه‌اش رعایت خواهد شد. تا اینجا اگر به کسانی که کاندید کرده نگاه کنیم، می‌بینیم که به مقدار زیادی به قولش عمل کرده. تنوع خوبی بین کاندیداها و مدیرانی که انتخاب کرده می‌بینیم. در بین افرادی که معرفی کرده، شماری از زنان هستند که پست وزارت یا پست‌های در سطح وزارت به آنها پیشنهاد شده. در بین آنها هم تنوع قومیتی وجود داره، اما هنوز جا برای افزایش تعداد زنان در پست‌های کلیدی هست. به طور مشخص، زنانی از نژاد لاتین تبار می‌توانند در کابینه باشند. تا اینجا خیلی فوق‌العاده نیست، اما پیشرفت‌هایی هم داشتیم. با وجود اینکه دونالد ترامپ تعدادی از زنان و اقلیت‌ها را در پست‌های کلیدی دولتش قرار داد، اکثریت کابینه‌اش را مردان سفید پوست تشکیل می‌دادند. در دفتر رئیس جمهوری حدود 100 زن در شغل‌های رئیس، مدیر، معاون و مشاور فعالیت می‌کردند. او در 4 سال اخیر ریاست جمهوریش 44 زن را به عنوان قاضی در دادگاه‌های مختلف منصوب کرد. او حدود 50 زن را هم با پست‌های سفیر یا نماینده آمریکا در کشورهای دیگر گمارد. یکی از مهمترین آنها نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. تفاوت‌های بین کابینه این دو وجود داره، ولی مثل اینکه دو تا سیب رو با هم مقایسه کنید. جایی که ترامپ بهتر عمل کرده بود، انتصاب زنان در پست‌های کلیدی تیم روابط عمومی و کارمندان عالی رتبه کاخ سفید بود. درباره کابینه اگر بخوایم صحبت کنیم، در کابینه جو بایدن تا اینجا برابری جنسیتی و تنوع نژادی بیشتری از کابینه دونالد ترامپ وجود داره. کابینه ترامپ خیلی سفیدپوست داشت. زنانی که از اونها در این گزارش نام بردم اگر بیشتر از 100 سال پیش در آمریکا زندگی میکردن حق رأی نداشتن. بعضیاشون هم به عنوان آفریقایی تبار هیچ حقی نداشتن. اما حالا بعضیا مانند کامالا هریس جزو قدرتمندترین و تاثیرگذارترین زنان در آمریکا هستند. سقف شیشه‌ای بالاخره در حال شکسته شدنه. فرین آسمی، بی بی سی. در 40مین روز اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی مخالف حکومت ایران، خواهرش تصویری از سنگ قبر او منتشر کرده که این شعر حافظ بر آن نوشته شده: آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می‌کرد. روح الله زم توسط ماموران امنیتی ایران در عراق رو بوده و به ایران منتقل شد. پدرش محمد علی زم گفته که ماموران برای اعدام او فریبکاری کردند و دروغ گفتند. از این که حکمای اعدامش بهش ابلاغ نشده و خبر نداره و دوستانی اونجا از معمولها بیروح بودن، گفتن روح الله خودم خودم اعدامه، تأیید نشده. تازه اگر هم بشه فرصت قانونی وجود داره، کارهای وجود داره، اقاضی قادرسی که باید این مسیح تی بشه، نگرانی نداره. اون شب گفتش که من که از اعدام واهمه ندارم، من این برای خدا اومدم، با اذن خدا اومدم، حتی استخاره کردم اومدم، من از اعدام میترسم. نشسته بود خوهرشم بغلش بودن کنارش بودن و آخنده همین شاهش بودن، گفت اگر منو کشتن این بیچه رو، گفت آن یا که از اون گشت
سر دار بلند چون مشاکیم که اسرار رو بگم تو اگه منو پشتن میشین رو قبر در یک ملاقات دیگری گفت تو تمام این سوالهایی که من به اجبار محمد علی زم بود، پدر روح الله زم. حسن فرشتیان حقوقدان از پاریس با ماست. آقای فرشتیان رابطه نزدیکی داشتن با روح الله زم. آقای فرشتیان، به نظر میاد که داستان روح الله زم در ایران به پایان نرسیده، ضمن اون هم در این 40 روز گویا فشارهای متعددی بر خانواده او وارد شده بوده. بله، سلام عرض میکنم و تسلیت مجدد به بازماندگان و دوستان شادروان روح الله زم. از برم این فشارها از زمانی آغاز شد که روح الله مرتکب همون کاری شد که امروز بر سنگ قبر رو خودش به وصیت او نوشته شده. جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. در پرونده روح الله زم فقط یک اتهام وجود داره و همون اتهام اسرار هویدا کردنه. اگر آمد نیوز رو از پرونده روح الله زم برداریم، هیچ امر دیگری در پرونده اون نیست. لذا از همون زمان فشارها بر خانواده ایشون شروع شد. 5 نفر از اعضای خانواده ایشون بازداشت شدن زمانی که ایشون در فرانسه بود، از اعضای خواهر برادر داماد، از اعضای نزدیک خانواده ایشون. هر کدوم از اینا هنگامی که بازداشت شدن بین 10 تا 100 روز در انفرادی به سر بردن. در نهایت با پادرمیانی و پدر ایشون آقای محمد علی زم و مکاتبات ایشون با آیت الله خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای مستقیما دستور دادند که اینها آزاد بشن و با خانواده اینها کاری نداشته باشند. اما این دستور هم در عمل اجرا نشد و 2 تن از اعضای خانواده ایشون بین 36 ماه و یکی 36 ماه و دیگری 30 ماه به حبس محکوم شد. یعنی فشار از همون زمان شروع شد. در هنگامی که ایشون به ایران رو بوده شد و در ایران بود، باز خانواده تحت فشار بودند که مبادا صحبتی کنند، مبادا مصاحبه کنند و همچنین تحت فشار بودند که هیچ گونه خبری از فرزندشون نداشتند و ایشون از اول تا آخر در انفرادی بود و تا ماها هم امکان ملاقات نبود. و امروز متاسفانه همچنان این ادامه داره. هنگام روز دفن ایشون اون دوروبر رو شلوغ کرده بودند و بلندگوهایی گذاشته بودند که اینها نتوانند مراسم رو اجرا کنند و حتی بعد از اون هم این فشارها همچنان ادامه داره که امیدواریم که کمتر بشه. برخی از اعضای خانواده ایشون که کارمند بودند در جایی به اونها گفته شد تقاضای بازخریدی بدن و بدون اینکه اخراج بشن خودشون از این مجموعه استخدام بیان بیرون. یعنی این فشارها همچنان بر خانواده ایشون ادامه داره و امیدواریم که امروز کمتر بشه این فشارها. آقای فرشتیان، الان بیشتر از 1 ماه 40 روز از اعدام محمد، از اعدام روح الله زم میگذره. آیا حکومت به اون چیزهایی که میخواسته رسیده؟ از بین بردن روح الله زم چیزی عاید شد؟ به ظاهر به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از همه اینهاست، حکومت میخواست که این رسانه بسته بشه. این رو میتوانست با تدبیرهایی که داشت و با کنترل اطلاعاتی که به قول خودشون داشتن بر روح الله میتوانستند از قبل انجام بدن و به مقداری هم انجام دادند و میتوانستند این رو تکمیل کنند. یعنی اون چیزی که در ظاهر نمایش داده میشه، جلوگیری از افشاگری‌های روح الله، این رو بدون بازداشت او، حالا بازداشت که نبود، ربایش بود، بدون ربایش و بدون قتل او هم میتوانستند انجام بدن. اما اون روبی که میخواستن در جامعه بیاندازن به نظر من تأثیر معکوسی داشت. یعنی جالبه که در مورد روح الله تنها موردی بود که یک کمپینی از داخل ایران و از خارج ایران برای اثبات اتهامات ایشون تشکیل شد. افراد به ظاهر موجهی حتی در اپوزیسیون علیه ایشون موضع گرفتند. اینها دست به دست هم دادند تا شرایط قتل ایشون رو تصویر کنند، یعنی چه در اپوزیسیون و چه هواداران نظام. اما در مجموع ناگهان اوضاع برعکس شد. یعنی به نظر من حکومت گمان نمی‌کرد با این فشار جهانی مواجه بشه و به نظر من این به نوعی تازه آغاز شده، به این دلیلی که اینها یک روزنامه نگار رو فقط به اتهام کار روزنامه‌ای و کار رسانه‌ای اعدام کردن. بنابراین به این اهداف نرسیده. البته یک هدف دیگری بود که شاید به اون هدف مقداری دست یافته در نبرد اطلاعاتی که بین نیروهای مختلف اطلاعاتی از سه قوه بود. اینها در مجموع در پایان
خواستند این عملیاتی رو که به نام فریب آغاز کرده بودند با روح الله و او رو کشوندند و بازداشت و ربودند و کل این فریب ها رو خواستند از همدیگه پنهان کنند. یک نوعی جنگ صلح مسلحانه بین خودشون حاکم شد و تنها کسی که میتوانست این واقعیات رو برای مردم روزی افشا کنه شادروان روح الله زند بود و شاید یکی از دلایل اگر هدفشون این بود که این مسائل سرپسته بمونه به مقداری این کار موفق شدند، اما برای همیشه نمیتوانند حقیقت رو بپوشانند. ممنونم از حسن فرشتیان حقوقدان از پاریس فرانسه با ما. از شروع هفته قبل سه بار عده‌ای از سهامداران خرد جلوی سازمان بورس اوراق بهادار تجمع کردند تا به پایین آمدن ارزش دارایی‌های خودشون اعتراض کنند. شاخص بورس تهران که اواسط مرداد ماه تا نزدیک به 2,100,000 واحد بالا رفته بود، دیروز به کمتر از 1,200,000 رسید. 43% پایین‌تر از اوج اون. بعضی از کسانی که از آغاز سال سرمایه خودشون رو وارد این بازار کرده بودند، دولت رو مقصر می‌دونند. بهرنگ تاجدین همکارم اینجاست، موضوع رو دنبال کرده. بهرنگ، مردم چی میگن؟ جمال، خیلی وقتا وقتی صحبت از این اعداد و ارقام و آمار اقتصادی میکنیم، واقعیت اینه که داستان مردم پشت این هاست. قصه مردمی که خیلی وقتا درآمدشون پایین اومده، سرمایهشون احساس میکنن از دست رفته و چیزهای نظیر این. از ظهر امروز که از مردم خواستیم در مورد تجربه هاشون بگن، ده ها پیام از آدم های مختلف از شهرهای مختلف ایران گرفتیم که در مورد تجربه سرمایه گذاری در بورس میگفتن. کارگری رو از ارومیه داشتیم که میگفت تمام داراییشو گذاشته هزینه درمانش رو تامین بکنه. کسی رو داشتیم از لرستان که میگفت از همکارانش قرض گرفته به این امید که بتونه هزینه ازدواجش رو فراهم بکنه، ولی حالا 60-70% اون پول از بین رفته و همکارانش دارن ازش در واقع بازخواست میکنن. بازارگردانی رو داشتیم که میگفت نه تنها سرمایه خودش از دست رفته، که خیلی از مشتریاش دارن به نوعی میپرسن که پول ما چی شد. کارگری رو داشتیم که میگفت 100 میلیون تومان تمام عمرش جمع کرده بود برای بچهش و الان بیشتر اون پول از دست رفته. یا مستاجری که میگفت 25 میلیون تومان داشته و امیدوار بوده که با این پول بتونه بخشی از اجاره خونه و رهن خونه رو تامین بکنه و حالا میبینه که بخش زیادی از این پول از دست رفته. و چندین و چند نفر رو هم داشتیم از شهرهای مختلف که در مورد این حرف میزدن که این پولها رو گذاشته بودن در بورس به این امید که بتونن با این سرمایهشون ازدواج کنن. من جوان 30 ساله هم، سال 98 قرار بود ازدواج کنم، ولی خب پول کم داشتیم. اون زمانم توی اوج بورس بود و همه دعوت کردن از مردم که وارد بورس بشن و پولشون رو به بورس بسپارن. مسئولان دولت، بزرگان کشور، همه رو به بورس دعوت کردن. ما هم پول جهیزیه رو گذاشتیم توی بورس که بعد از چند ماه بتونیم وارد زندگی بشیم و زندگی مشترک تشکیل بدیم. همون چیزی که شد، پول در 5-6 سال کار کرده من و نامزدم و الان از نصف هم کمتر شده و اصلا هم عروسیمون به هم خورده و هم جایی واسه زندگی نداریم که هیچ. کدورتی که بین ما پیش اومده واقعا چند تا خانواده رو مختل کرده. اردیبهشت ماه 217 میلیون تومان پول داخل بورس وارد کردم. الان 37 میلیون تومان دارم. بعد زندگی ما رو نابود کرده. فقط همینو میتونم بگم. 220 میلیون برج 4 گذاشتیم. الان 94-5 تومانه. واقعا متاسفم برای اینکه توی مملکت خودمون نمیتونیم سرمایه گذاری به رونق و صنعت خودمون بکنیم. در صورتی که اگر توی بازارهای دیگه وارد میشدیم خیلی بهتر میتونستیم سود کنیم. ما از مرداد ماه بودش که وارد بورس شدیم با تبلیغاتی که دولت میکردش در رابطه با اینکه ما سرمایه هامون رو وارد بورس بکنیم و امن‌ترین جا واسه یه سرمایه گذاری بورس هستش. تقریبا تمام پس‌اندازی که داشتم طول مدتی که کار کرده بودم چیزی حدودش 800 میلیون تومان وارد بورس کردم و ما سهامای دولتی رو خریدم، سهامای خیلی در ظاهر سهامای خیلی استخوندار. و بعد از 6 ماه حدود 70% سرمایه ما از بین رفته. تمام کسری بودجهش دولت از پول ما سهامدارای خرد تامین کرد. هیچ وقت هم پاسخگو نبودن بهمون و نمیدونن چه بلایی سر ما آوردن. دیگه به آخر خط رسیدیم. امیدوارم دیگران اشتباهی که ما کردیم رو انجام ندن.
دیگران دوباره گول دولت رو نخورن. هی دائم تبلیغات میشد که این بر میگرده و این شاخص نمیمونه مثلا 1500 معاون آقای روحانی. خیلی کسای مصاحبه میکنن که این شاخص 1500-600 کفه. ما دوباره اشتباهی کردم، 35 میلیون تازه پول دوباره خرید کردم و اون الان در حقیقت حدود 145 میلیون تومان شده. مهماه بود وارد بورس شدیم. بعد از اینکه آقای روحانی اعلام کردن که ما تضمین میدیم، به بورس اعتماد کنید، سرمایه‌هاتون رو بیارید تو بورس، ما آوردیم. بعد از یک هفته دو هفته همون ماشینی که من 50 میلیون تومان فروختم شده بود 85 میلیون تومان. بنیادی بخرید، سهمای بنیادی بخرید، اومدیم فولاد خریدیم. هی هر روز اومد پایین، هر روز اومد پایین، عمدن هم اومد پایین. الان میگن که میخوایم نمیدونم چند نفر رو مجازات کنم، میگه مجازات کردن ها پول ما رو برمیگردونه. خدا قسم بدبختمون کردن دیگه، فلجمون، فلج شدیم انصافا، من جوون فلج شدم. صدای شماری از مخاطبان ما بود. خب اینا خیلی شاکی بودن از عملکرد دولت، چقدر دولت مقصره؟ ببین، کسانی که دارن از عملکرد دولت انتقاد میکنن میگن دولت عامل پایین اومدن شاخص بورس و قیمت سهام بوده. صحبت از این میکنن که خب وقتی دولت و حقوقی ها، یعنی شرکت ها و نهادهای عموما دولتی، اومدن در واقع داراییاشون رو فروختن، در واقع صف فروش ایجاد شد و این باعث شد که به خاطر بالاتر بودن عرضه از تقاضا قیمت ها پایین بیاد. صحبت دیگه‌ای که میکنن بحث دخالت‌های دولت در بازار، فولاد و مثال میزنن که بحث قیمت‌گذاری شد، این باعث میشه که خب در واقع سود شرکت‌های فولادی پایین بیاد و نظایر اینها. صحبت از این که مثلا ممکنه قیمت دلار پایین بیاد که خب این به تمام شرکت‌هایی مثل پتروشیمی‌ها که درآمدشون به خاطر صادرات به دلاره، به قیمت سهام اونها ممکنه ضربه بزنه. ولی یه مشکل پایه‌ای‌تر هست. مشکل پایه‌ای‌تر اینه که دولت الان میتونیم ببینیم که آدم‌های وارد بازار بورس شدن که شاید برای این کار مناسب نبودن، به خاطر اینکه بازار بورس بازار سرمایه‌گذاری کوتاه مدت چند ماهه یا حتی دو سه ساله نیست. بازار بورس برای سرمایه‌گذاری‌های طولانیه و بازار بورس برای کسانیه که میتونن ریسک پایین رفتن ارزش سهامشون رو بپذیرن، نه برای کسی که ممکنه 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه به این پولش احتیاج داشته باشه. در نتیجه اتفاقی که افتاد اینه که ممکنه تک تک کلمه ها و جمله هایی که رئیس جمهور ایران و بقیه مقام های دولتی گفتن لزوماً غلط نبوده باشه، ولی پیامی که مردم گرفتن این بود که سرمایه گذاری در بورس ریسک نداره، که خب این پیام کاملا غلطیه و نتیجهش اینیه که میبینیم. ممنونم از بهرنگ تاجدین. الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه دقایقی بعد از بازگشت به کشورش بازداشت شد. آقای ناوالنی در فرودگاهی در مسکو به خبرنگاران گفت که ترسی ندارد. اتحادیه اروپا گفت که بازداشت او غیر قابل قبول است. او 5 ماه پیش در سیبری با سم نویچوک به کما رفت، اما به آلمان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. معروف‌ترین منتقد ولادیمیر پوتین، الکسی ناوالنی، با این هواپیما به روسیه برگشت. علی‌رغم احتمال دستگیریش. اینجا در فرودگاه ونوکووی مسکو طرفدارانش نامش را فریاد می‌زنند. پلیس بعضی را بازداشت می‌کند. دستگیری برای ناوالنی و هوادارانش دور از ذهن نبود. اما آنچه کسی انتظارش را نداشت این بود که هواپیما مسیرش را تغییر بدهد و به فرودگاهی دیگر در مسکو برود، فرودگاه پوشکین. حالا آقای ناوالنی از اینجا 60 کیلومتر با هوادارانش فاصله دارد. بعد از پیاده شدن از این هواپیما در فرودگاه پوشکین دستگیر شد. او 5 ماه پیش در روسیه تا پای مرگ رفت، از مسمومیت با نویچوک، سم مورد استفاده در سلاح شیمیایی از دوران شوروی سابق. مخالف سیاسی 44 ساله گفته بود دلش برای شهرش مسکو تنگ شده. آقای ناوالنی بلیت 1 طرفه‌اش را از برلین، پایتخت آلمان، خرید، کشوری که بعد از مسمومیت وقتی در کما بود به آنجا منتقل شد. البته بعد از چند روز کارزار بین المللی،
تا اجازه خروج از روسیه را پیدا کند. بعد از اینکه حالش بهتر شد، گفت ولادیمیر پوتین این بلا را سرش آورده و به خواست خودش به آلمان نرفت و می‌خواهد برگردد. دولت روسیه گفته به دلیل محکومیت او در یک پرونده اختلاس مربوط به 6 سال پیش دستگیر و زندانیش می‌کند. اتهامی که آقای ناوالنی رد می‌کند. یک اتهام جدید هم علیه او مطرح شده. اینکه با کلاهبرداری به حساب چند مؤسسه غیر دولتی از جمله بنیاد مبارزه با فساد که متعلق به خود اوست پول واریز کرده. ولی خودش میگوید که آقای پوتین با پرونده سازی برای او خواسته جلوی بازگشتش به روسیه را بگیرد. آخرین کاری که پوتین میتونه بکنه اینه که یه پلاکارد بزنه روی کرملین که روش نوشته باشه الکسی لطفاً تحت هیچ شرایطی بر نگرد خونه. اما اومدن به آلمان تصمیم من نبود. آلمان کشور باحالیه اما به اراده خودم نیومدم. چون داشتن میکشتنم اومدم اینجا. الکسی ناوالنی میگوید رئیس جمهوری روسیه از اون میترسد. ادعایی که ولادیمیر پوتین مسخره میکند. حتی نامش را به زبان نمیآورد. بیمار برلین خطابش میکند. یا به جای سیاستمدار بلاگر معرفیش میکنند. اما این به معنای مسموم کردنش که نیست. کی باهاش کار داره؟ اگه میخواستن مسمومش کنن دخلش رو میآوردن. زنش از من خواست و من فوراً دستور دادم برای درمان به آلمان ببرنش در همون لحظه. آقای پوتین چه بترسد چه نترسد، بازگشت الکسی ناوالنی دردسری تازه برای اوست. دستگیریش میتواند باعث تظاهرات و واکنش دولت‌های غربی شود و رها کردنش میتواند ضعف کرملین تلقی شود. همچنین عزم او برای شرکت در انتخابات پارلمانی پیش رو چالشی مضاعف برای ساختار قدرت خواهد بود. پرهام قبادی، بی بی سی. ممنون که 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.